بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله لا سیما بقیت الله اجل الله تعالی فرجه الشریف و رزقنا الله رؤیته. قال الله العظیم یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. مذهب مقدس شیعه به وسیله دو امام بزرگوار تنظیم شد و این دو بزرگوار یکی امام باقر هستند و یکی امام صادق علیهم السلام. بیان امامت اثبات ولایت به وسیله حضرت سامن الحجج امام رضا علیه السلام انجام گرفت، چون واژه امام بر گوش و مغز خلفای بنی امیه و بنی العباس بسیار سنگین بود. و اطلاق بر جانشینان به حق پیغمبر می شد. مردم چون به این بینش و دید و بصیرت نرسیده بودند، گاهگاهی در مسیر شهادت ائمه متفرق می شدن، شک و دودلی اونها را از صراط مستقیم منحرف می کرد. لذا این گروه های شیعی مثل علوی، زیدیه، اسماعیلیه، واقفیه که شاید هم منقرض شده باشن جزء اخیر، اینا پدید آمدن. در زمانی که حضرت امام رضا بر مسند بلند و مقام عالی امامت تکیه زدن، مسئله امامت و ولایت را حل کردن. لذا بعد از امام رضا ما شعبه و قبیله و عشیره و اینا نداریم. شیعه هش امامی، شیعه نو امامی، شیعه ده امامی، نه. از امام رضا علیه السلام شیعه همه اثنا عشری هستن و این از برکت این امام جلیل القدر انجام گرفته. بحث ولایت و امامت در خانه خلیفه روی فرش خلیفه، اونجایی که مسند خلیفه بود، کنارش امام رضا عنوان میکرد و علمای اعلام حجج اسلام هم نشسته بودن. این مسئله دیگه حل شد. لذا هر کس مشهد بیاد که امام رضا علیه السلام را امام هشتم بداند، این شیعه اثنا عشری است.
در نجف اینطور نی، در کربلا اینطور نی، در کاظمین با اینکه دو تا از ائمه شیعه هستن اینطور نی، شیعه های غیر اثناعشری هم میان، ولی زیدیه اینجا نمیاد، اسماعیلیه اینجا نمیاد. هر کس به عنوان زیارت امام وارد مشهد میشه این شیعه اثناعشری است، یعنی حتما جواد الائمه و حضرت هادی و امام عسکری و حضرت بقیت الله العظم را قبول داره و این امتیاز مشهده. لذا ما روایاتی هم داریم که درباره مسجع سایر ائمه نیست که دائما گروه گروه ملائکه وارد میشن، گروه گروه خارج میشن، میرن به آسمان. اینجا جای حساسیه چون دیگه شیعه خالصه اینجا. من گاهی به این کفاشای محترم کفشدارا ببخشید عرض میکنم که شما این کفشی که میگیری کفش شیعه اثناعشریه داری میگیری، افتخار بکن. در کربلا که اینطور نی، در نجف که اینطور نی، اینجا فقط زیر آسمون خدا و روی زمین پروردگار اینجا اینطور. و شما همه شیعه اثناعشری هستید. حالا امشب چون کسی که خوش سیما هست و چهره موزون داره، خودش که خودش را نمیتونه ببینه، ممکنه خودش را کم قیمت تصور کنه. این آدم باید یه آینه بگذارن جلو روش، بگن نگاه کن این بینی مثل قلم خودکار میمونه، این چشمی بادام دو مغزه غلط مخوره این طرف و طرف، ابرو نیست، کمان رستمه، میارزی، ارزش داری. تا خودش خود آدم نشناسه و بر ارزشش واقف نشه، حریم خودش را رعایت نمکنه. یار مفروش به دنیا که بسی سود نکرد آن که یوسف به زر ناصره بفروخته بود. مردم خیلی سیمای قشنگ و سیرت قشنگ تر داری، خیالت میرسه؟ باید خودت را بشناسی، دیگه دروغ نمیگی، دیگه غیبت نمیکنی. شیعه هستی، شریک حسنات اهل بیت هستی مرد، زن حواس جمع باشه، خیلی مهمه. ما امتیازهای خیلی زیادی داریم. برای این که این مطلب جا بیفته، طولانی هم نشه، این آیه ای که خوندم تو قرآن سوره توبه کوتاه هم هست: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. یه خط هم نی، ولی میدونی این آیه آیه ولایته؟ میدونید این آیه آیه امامته؟ ببینید ترجمهش اینه که یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، با تقوا باشید، پروا کنید از خدا، دومن دونه جمع کنید، حواستون جمع بشه، بعدش بکونو مع الصادقین، و پشت سر صادقین حرکت کنید، باشید با صادقین. این دوتا شرط لازم داره، یه شرط کافی. یکیش ایمانه، یکیش تقواه. شرط لازمش، شرط کافی چیه؟ کنو مع الصادقین. باید پشت سری کسی که حرکت میکنید صادق باشه. صادق، شیخ در مجمع میفرماید، به کسی اطلاق میشه که قولش راست و عملش درست باشه.
و کسی را ما بالاتر بعد از پیغمبر از علی ابن ابی طالب نمیدونیم که قولش راست و عملش کامل و درست. و سلسله جلیله ائمه اطهار، همه خوبه، همه هر که مخاطری باشه، اینا از همه بالاتره. پشت سر اینا باید آدم باشه. اگر کسی دقت کنی ایمان داره، تقوام داره، نماز میخونه، پاک و پاکیزگی را رعایت میکنه، مال حرام نمیخوره، غیبت نمیکنه، این نصف دین داره. کنوم از صادقین نی، پشت سر کسی دیگه داره حرکت میکنه، این غلطه. این چه تو این امر مولویست، مکمل مسئله اوله. کنوم از صادقین، نگاهت بالا کن پشت سر کی داری حرکت میکنی. اذا کان الغراب دلیل قومین سیهدی امیل آدار البوالو، اگر پشت سر کلاغ داری حرکت میکنی اشتباه کردی. نگاه بکن بالا ببین پشت سر کی هستی، به دار بوالت میبره. لذا شما شیعه اید، دامن علی و اولاد طاهرین اهل بیت را گرفتید. شما به همون مسیری دارید میرید که پیغمبر رفته. این خیلی مهمه. ای که میگن خطش غلطه، این خطم را من عرض کنم خدمتتون. شما جغرافیای تهران را میدونید که دیگه یه شهری مشهورتر و معروفتر از تهران نی، جغرافیاش که میدونی. یک کسی خواسته باشه بیاد قم، باید بیاد به طرف شاه عبدالعظیم، حضرت عبدالعظیم، و بیاد قم، درسته؟ حالا یک کسی مخواد بیاد قم، بره به طرف آب علی، کی میرسه قم؟ نمیرسه. ماشینش بنز آخرین سیستم، مرسدس بنز آلمانی، نمیرسه. رانندش 5 سال پشت تریلر بوده، چطور نمیرسه؟ نمیرسه. تمام وسایل سفر همراهش، نمیرسه. چرا نمیرسه؟ برای اینکه خطش غلطه. چون خط غلطه نمیره، پشتش به طرف قمه. هرچی سرعتش بیشتر باشه از قم دورتر میشه. حالا یه نفر میپیچه این دست، میاد به سمت شاه عبدالعظیم و میاد برای قم. جیان داره میرسه، دوچرخه داره میرسه، پیاده میرسه. ببینید این خطه. گاهی میگه نمیدونی چه نماز آقایی میخونه، چه کار میکنه. خطش غلط نباشه الهی. اگه خطش غلط باشه نمیرسه به هدف. ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، این رک تو میروی به ترکستان است، به طرف مکه که نی. خط باید درست باشه. ولو پیادم باشی یک قدم که برداری به سمت قومی. این آیه اینه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، با صادقین باشید. ما هستیم. لذا ما شیعه. شیعه یعنی چه؟ الشیعه من الشیعی، من الشیعی. شیعه که این را مرحوم شهید صاحب شرح لمعه بیان کرد که از سوال کردن من شیعی، شیعه کیه؟ گفت الشیعی من شایع علیان، اونی که پشت سر علی حرکت میکنه، این میگن شیعه. و این شیعه که حضرت علی و خانم دونو بچه شیعیم و ما همه شیعیم و اینجا جمع شدیم و اینجا
بر محور وجود و این مزجع شریف در این مچرخیم، میدونی چقدر اعتبار داری؟ دو سه تا روایت کوتاه عرض کنم بشنوی. ابن ابوالحدید معتزلی در شرح نهج البلاغه 16 روایت از شخص پیغمبر درباره علی علیه السلام داره که روایت اولش هم حفظه. یک روز پیغمبر و امیرالمومنین یه جا رسیدن به هم. پیغمبر به امیرالمومنین نگاه کرد، از اون نگاه های خریداری، گفت یا علی ان الله قد زینك بزینت لم تزین العباد بزینت احب الیه منها. گفت یا علی خدا زینت ها و زیورهایی در تو قرار داده که این زینت ها زیورها محبوب ترین چیزها در نزد اوه. چی داشته؟ نستجیر بلا گردنبند زنجیری طلا داشته، حلقه طلا دسته شده. زینت های تو یک از زهد و فی دنیا. تو آدم معتدلی هستی تو دنیا. زهد این نیست که فقط ذکر میگدن. زاهد اون کسیه که دنبال کلوفتی کاره و نازکی نون، این میگن ای زاهد. زاهد اون کسیست که لکی لا تاسو الا ما فاتکم ولا تفرحو بما آتاکم والله لا يحب كل مختال فخور. اونی که اگر چیزی از دستش در میره خیلی تأسف نمیخوره، همیشونی اگه چیزی هم به دستش اومد خیلی مغرور نمه. ای زاهده. امیر المومنین زاهده از زهد و فی دنیا. ای یک. و وحب لک حب المساکین. یا علی تو مسکین دوست هستی، تو مظلوم دوستی، تو میخوای دست مظلوم بگیری، پای ظالم را فشار بدی. تو رفقات کیم؟ میسم تمار، رشید حجری، عمر ابن حمق خزائی، حجر ابن علی، مالک اشتر نخعی، اینا رفیق دن. اینا خود چیزی نداشتن. یکی از زینتهایی که پیغمبر برای علی میشمرد این است که ادعی به پیرو تو هستن و از این که تو امامشون هستی خوششون میاد، لذت میبرن. یعنی ما از زینتهای امیرالمومنین. امام صادق نمیفرمان که یا معاشر الشیعه کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. شما زینت ما باشید که یک کسی شما را که میبینه بگه بارک الله به جعفر محمد که اینا شیعانش هستن. در شهری که صد روایته، صد هزار شیعه جمعیت داره، اگر یک شیعه باشه باید از همه مردم بهتر باشه. این میگن شیعه. و قسم دروغ باید بخونن، باید کلمات رکیک بگن، باید این تو جون هم بیفته، باید پشت سر هم زشتی های همه بیان کنیم. شما شیعه اید، شیعه خیلی معتبره. از زینت های امیرالمومنین که شما مای. من یه دونه روایت دیگه میخونم. این روایت ها پر شنیدید. شیعتنا خلقو من فاول تینتنا. سریرت شیعه، ذات شیعه از ما اهل بیت گرفتن. فرمه الملائکتو خدامنا و خدام شیعتنا. ملائکه خدمتگزار هستند برای ما و شیعیان ما. یعنی خونه ما طوریه که ملائکه وارد بشن؟ باید این طور باشه.
این روایت اگه گوش کنید خودتون را میشناسید. از امام باقر علیه السلام حکیم ابن عتیبه میگه مشرف بودیم با چند نفر دیگه خدمت امام باقر، ایشون فرمایشات میفهمد من ما استفاده میکنیم. یه پیرمرد موهان سنسفید قد خمیده ی اصاب دست که از چین و چروک چهرش معلوم بود که نزدیک یه قرن روزگار روی این صورت عبور کرده، به جای پای گذشت سنین بالایی بود وارد خونه شد. اومد جلو اتاق سلام کرد به امام، سلامی هم کرد به عام. بعد گفت یبن رسول الله گوشم سنگین است، اقل سامع دارم، میخوام یه سؤالی کنم از ایدون، شما جوابم بدید، این فاصله میترسم حالیم نشه، اگه اجازه میفرمایید بیام نزدیک شما. آقام یتزهزه ام محله، یعنی خودشون این بر کشیدن، یه جایی باز شد. پیرمرد اومد تکیه به دیوار کرد، از عصاش کمک گرفت، رو کرد به امام باقر، گفت یا ابن رسول الله والله والله انی احبکم و احب من یحبکم و هذا لا لتمع فی دنیاکم. گفت ابن رسول الله به خدا قسم دوستتون میدارم، هر کم شما را دوست بداره دوستش میدارم، و این برای طمع دنیا نیست که یه چیزی به من بدی، فقط برای خدا. و انی ابغضو لمن یبغضکم، هر کم به شما بد باشه منم باش بدستم، کینش دارم، آیا عملم هم سعی میکنم شباهت به شما داشته باشه، آیا من رستگار هستم یا نه؟ اگه کم زیاد کنید، اگه زیاد کم کنید، اگه اینطور خوبه به من جواب بدید. ابن عتیبه میگه که آقا فرمودن پیر مرد بنشین، خسته میشی، نشست. فرمودن یک روز در خدمت بابام امام زین العابدین بودم، رسم و دعو و دیدن و روش اهل بیت این بود که اگر گاهی میخواستن جواب مسئله بدن که جلوتر ائمه یا فاطمه زهرا یا پیغمبر گفته بودن، از اونا هم نقل میکردن. اینجا داره از باباشون نقل میکنه. آقا گفت یه کسی مثل شمایی وارد شد و همین سوال را از بابای من کرد. پدرم امام زین العابدین فرمود کسی که اینطور باشد هنگام مرگش سرش را به دامن میگیریم، از دنیا بره دست جمعی به زیارتش میریم. خوب گوش میکنی؟ روز قیامت کنار خودمون حسابش رسیدگی میشه، بعدم هم مکان ما در بهشته، هم مکان نه هم مقام. ابن عتیبه میگه که این پیرمرد گفت آقا میشه یک بار دیگه قول آقا دونو نقل کنی؟ آقا نقل کردن، دهان پر کرد که بگه بار سوم بگه آقا، دیگه روش نشد، خودش تکرار کرد، گفت آقا این من هستم که وقتی میمیرم سرم در دامن شماست، این من هستم که شما به زیارتم میاد، این منم که کنار شما به حسابم رسید، هنی علی الجنه، توبال نفسی، و گریه افتید غشک. با اینکه دیگران میخواستن سرش به دامن میگیرن، آقا فرمود نه، آقا سرش را به دامن گرفت، او را به حال آورد، پیرمرد بلند شد، دست آقا را بوسید، بویید، بر سر و دیده و دل نهاد، کسب اجازه کرد و بیرون رفت. تا اون وقتی که آقا این پیرمرد را می دیدن
نگاه های رفتامیز تعقیبش میکردن. وقتی که پیچید آقا نگاه کردن به ما گفتن اگر یکی از شما بخواد یه مرد بهشتی را ببینه بره این مرد را ببینه. من یقین دارم که اگر یک کسی اینجا پیدا شه به امام زمان مشرف شه درباره من و تو هم انشاءالله آقا همین میگه و میفرمان که اگر کسی خواسته باشه گروهی از بهشتیان را ببینه انشاءالله میگن بره این زن و مرد را ببینه که اینجا جمع شدن. مردم حواستون جمع باشه. دشمن که جفا کند آن شیوه اوست، باری تو جفا مکن که محبوبی و دوست. شما دوست اهل بیته. همین ابن ابوالحدید معتزلی پایین این روایت این تکه را نقل میکنه که حافظ ابو نعیم اصفهانی که از علمای قدر اهل سنت است میگه در این روایت راوی تکه آخرش را فراموش کرده که همونجا پیغمبر و علی که مخواستن از هم جدا بشن پیغمبر دست زد بر پشت علی و فرمود یا علی توبا لمن احبک و صدق فیک ویل لمن ابغضک و کذب. قربون همه شما برم. چقدر خوب هستی، چقدر ذاتتون ذات خوبیه. پیغمبر فرمود خوشا به حال کسی که تو را دوست می‌دارد و ولایت را تصدیق کرده، بدا به حال کسی که تو را زشت می‌دارد و ولایت را تکذیب کرده. توبا لمن احبک و صدق فیک ویل لمن ابغضک و کذب فیک. توجه شدید که حالا آینه گذاشتم جلوی چشمه دیدی چقدر خوشگل هستی؟ حالا ارزون افروش. اللهم صل علی محمد و آل محمد. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. شیر را بچه همی ماند به دو، تو به پیغمبر چه میمانی؟ بگو. من که خیلی شباهت پیغمبر با داشته باش، شما و دیگران شباهت به پیغمبر و علی باید داشته باشیم. یه کمی خودونا جمع کنیم به همه ی فیوزات میرس. ندارن دیگران، اینا ندارن دیگران. خو امام رضا ندارن که میای همه غصات میپره از دل. بالاخره یه چیزی گیرون میایه به لیاقتی که خودون داره. خدایا به حق این امام سامن تو را قسم میدم دست ما را از دامن اهل بیت کوتاه مفرما. سینه تنگم مجال آه نداره، جان به هوای لبست و راه نداره. گرچه سیه رو شدم غلام تو هستم، خواجم اگر بنده سیاه نداره. گوشه چشمی به سوی گوشه نشین کن، زان که جز این گوشه کس پناه نداره. کجا اومدی؟ ما بدین در نپه حشمت و جا آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده.
هر که گدایی ز آستان تو بود دولت اندوختی که شاه نداره مفتقر از سر عشق دم نتوان زد سر بدهد آن که سیر نگاه نداره. میدونید این غزل مال کیه؟ مال آیت الله العظما آقای غروی اصفهانی، معروف به کمپانی. میدونید استقبال از کی کرده؟ اصطلاح شعری استقبال از حافظ کرد. پیش تو گل رونق گیاه ندارد، غزل حافظه. یه شعر حافظ مضمونش تو همه این غزل هست. این شعر را بخونم و دعا کنم. گو برو آستین به خون جگر شوی. خون جگر یعنی عشق، عشق خونه، رنگش قرمز نی. آستین به خون جگر شو یعنی برو گریه که قدری که آسینت شسته شه. روزا که دستمال کلینیکس و اینا نبوده، مردم وقتی گریه میکدن آسینشون میآوردن. و حالا هم بچه ها دیدی آسینشون. به کی میگه؟ به غیر من و تو. ما خو اینجا راه دادن. گو برو آستین به خون جگر شوی. کی؟ هر که در این آستانه راه ندارد. یا ابا جعفر ابن رسول الله انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله یا وجیهن لام اشفع لنا عند الله ربنا